خیلی متشکرم. ممنون از دعوت شما، کش کرامت عزیز، برادر عزیزم، و همینطور خوشحالم از زیارت شما برادران خواهران، چه اونهایی که از قبل خدمتتون ارادت داشتم و چه عزیزانی که بار اول میبینم. دیدن چهره های شما خیلی باعث شادی و شعف من هست، به من قوت میده و خیلی خوشحالم واقعا این چهره های قشنگ رو میبینم و این لبخند های زیباتون که انرژی میده واقعا به آدم و یک روحیه تازه. این نشان دهنده اینه که همه ای ما در یک خانواده روحانی هستیم و همه از یک پدر و پدر آسمانی ما که سایه لطفش بر سر همه ای ماست. هر بار که این فرصت رو برادر لطف میکنن در اختیار من میدن، واقعا برای من باعث افتخاره که بتونم از کلام خدا در خدمت شما برادران خواهران و مهربان و عزیزم باشم. چنان که در ابتدای جلسه نیز خواهر عزیزی قرائت فرمودن، من از انجیل متی باب 16 آیه 18 رو فقط مجددا تکرار میکنم. در آنجا سرور ما عیسی مسیح در مکالمه‌ای که بین او و پتروس رسول بود این کلام رو میفرماید و این چنین کلام خدا متی برای ما می نویسه: و من نیز تو را می گویم که توی پتروس و بر این صخره کلیسای خود را بنا می کنم و ابواب جهنم بر آن استیلا نخواهند یافت. کلیسایی که دروازه های جهنم در برابر اون خار و خفیفه، کلیسایی که مرگ رو در زیر پای خودش قرار داده، کلیسای پیروزمند. این کلیسا چه کلیساییه؟ این چه کلیساییه که میتونه دارای یک چنین قدرت و اقتداری باشه؟ کدوم کلیسا؟ اصلا چی هست این کلیسا؟ هدفش چیه؟ از چه محتوایی برخورداره؟ من مطمئنم همه عزیزانی که در کلیسای عیسی مسیح جمع میشن، حالا جدا از اینکه در چه فرقه‌ای هستند و در چه نوع نگرش الهیاتی به سر میبرن، مسلماً یک سری برداشت‌ها و تعاریف از مفهوم کلیسا دارند. همین الان مطمئنم اگر از خود شما به یک سوال کنیم که شما راجع به کلیسا چی فکر می‌کنید و چه تعریفی برای کلیسا دارید، مطمئناً عبارت‌های بسیار مبارکی رو بر اساس کلام خدا خواهید فرمود. بسیاری هستند که وقتی می‌گویند کلیسا چیست، اعترافشون این است که کلیسا عمارت خداست، کلیسا زراعت خداست، کلیسا خانه خداست، کلیسا جاییست، مکانیست، تجمعیست از فرزندان خدا که در آن خدا یافت میشه، حضور خدا یافت میشه. کلیسا جاییست که در آن برکت هست، در آن قوت هست. کلیسا جاییست که در آن شفا هست و سلامتی هست. کلیسا ستون و بنیاد راستی در این دنیاست. تنها جایی که در نهایت میشه در اونجا حقیقت و راستی واقعی رو که از خدای روح و راستی ناشی شده پیدا کرد. کلیسا بدن عیسی مسیح است. چقدر تعریف قشنگیه، چقدر تعریف درست و به جاییه. اما میخواید بدونیم که تعریف هر یک از ما شخصا از کلیسا چیه و به این سوال به خودمون جواب بدیم که من چه نگرشی نسبت به کلیسا دارم؟ باور من نسبت به کلیسا چیه؟ میدونستید که اصیل‌ترین باورهای ما در عملکردهای ماست که خودش رو نشون میده؟ اگر میخواییم به درستی تعریف کلیسا رو از دیدگاه خودمون بدونیم، باید اون رو در نحوه برخورد و عملکردی که نسبت به کلیسا داریم پیدا کنیم. تعریف ما از کلیسا همون انتظاراتی است که امروز از آن داریم. تعریف ما از کلیسا همون شیوه و نحوه برخورد و یا توجه و اهمیتی است که به آن میدیم. اینهاست که به ما میگه کلیسا از نظر من ایماندار چه تعریفی داره. متاسفانه امروز نگرش‌های بسیار بسیار عجیبی در دنیای مسیحیت نسبت به کلیسا در فرقه‌های مختلف در نقاط مختلف دنیا دیده میشه. چون عملکردهای افراد نسبت به این نهاد مقدس متفاوته. برای برخی امروز در دنیای ما کلیسا محمل، موقعیت و شرایطی است که در اون بتونن هویت قومی و فرهنگی خودشون رو حفظ کنن. که قطعاً این جزء اهداف کلیسا نیست.
برای عده دیگر کلیسا جایگاهی است که در اون بتونن به موقعیت و منصبهای مورد نظر خودشون برسن. در واقع کلیسا را پلکان ترقی خود تصور میکنن. عده دیگر در دنیای ما هستن که متاسفانه تصورشان این است که کلیسا کلیدی است برای باز شدن در دنیای جهان اول به روی اونها. و برای برخی دیگر کلیسا فقط محلی است مذهبی مانند خیلی از اماکن مذهبی دیگر که حالا به حسب تفکر و باور مسیحی کلیسا جایی است که در آن غسل تعمید بیابند، ازدواج کنند و آیین‌های مانند آیین تدفین و مراسم تدفین در آن به جا آورده میشه. اما امروزه به جرأت میشه گفت اغلب کلیساها دارای یک تشکیلات سیستماتیک برای آموزش هستند. کلاس دارن، آزمون دارن، تدریس میشه و چه بسا افرادی که قبل از اینکه به تعمید آب نائل بیان دوره‌های بسیار خوبی رو میگذرونن و آزمون‌های خیلی زیبایی رو هم میگذرونن، یعنی با امتیازات خیلی بالا اون آزمون‌ها رو طی میکنن و در واقع به عضویت رسمی کلیسا در میان. ولی میدونید عزیزان آزمون حقیقی ما در واقع در طول زمان و نحوه برخورد هر یک از ما نسبت به این ساختار و نهادی است که آن را کلیسا می‌بینیم. در واقع در عمل معلوم میشه که ما از کلیسا چه آموختیم و نسبت به آن چه مسئولیتی داریم، چه وظایفی رو باید به جا بیاریم و چه انتظاراتی از آن داشته باشیم. من وقتی ببینم که این دست راست من هر بار دست چپ من درد میگیره، شروع میکنه اون رو بماله، از او مراقبت بکنه، متوجه میشم که این دست فهمیده که در یک بدن قرار داره. اما هر بار ببینم که دست راست من وقتی دست چپ من رو میبینه و شروع میکنه از این دست چپ بدگویی کردن که چه درد میخوره دست چپ، دست راست خیلی خوبه، با دست راست میشه خیلی کارها کرد، اون موقع است که متوجه میشم ظاهرا این دست من متوجه نشده که عضو یک بدنه. کلیسا به بدن تشبیه شده، یعنی به یک سری روابط متقابل که بین اعضای آن باید وجود داشته باشه. خدمت و محبت از اجزای غیر قابل جدا شدن از هر کلیسایی، نه فقط دریافت خدمت و محبت بلکه اشاعه آن نسبت به دیگران. افرادی در دنیای ما هستن که دوست دارن همیشه محبت بشن، همیشه خدمت بشن، در حالی که فراموش میکنن اونها نیز مسئولیتی برای محبت و خدمت به دیگران دارن. خیلی ها هستن که حالا به دلیل مشکلات و مسائلی که در زندگیشون بوده همواره دوست دارن مرکز و کانون توجه و محبت دیگران باشن. و به عکس برخی دیگه ممکنه افرادی باشن که اصلا حاضر نباشن هیچ نوع محبت و خدمتی از دیگری بپذیرن، بلکه همیشه دوست دارن فقط خودشون محبت کنن، فقط خودشون خدمت کنن، در حالی که باید بین این دو وضعیت یک تعادلی وجود داشته باشه. کلیسا که در واقع از همان واژه معروف اکلیسیای یونانی گرفته شده به مفهوم دعوت شدگان و فراخوانده شدگان، دعوتی است برای همه که در یک ساختار زنده، در یک ارگانیزم زنده نسبت به یک دیگر روابط متقابلی داشته باشند و در اتحاد با هم با سر مقدس کلیسا یعنی عیسی مسیح زنده هر روز راه برند و زندگی کنند. در رساله رومیان باب 14 آیه 19 کلام خدا می‌فرماید پس آن اموری را که منشأ سلامتی و بنای یکدیگر است پیروی نمایید. بذارید من از شما یک سوالی بکنم که لازم نیست جوابش رو به من بدید، جوابش رو به خودتون بدید. آیا تا به حال شده از خودتون سوال کنید از روزی که به عیسی مسیح ایمان آوردید و وارد کلیسا شدید تا به الان چند نفر بودند که باعث تشویق و بنای شخصی شما بودند؟ آیا میتونید اونها رو برای خودتون در دفترتون لیست کنید؟ بنویسید چند نفر رو میشناسید که از روزی که به مسیح ایمان آوردید واقعا وجودشون باعث بنای شما بود، باعث تقویت شما بود. فکر میکنم بتونیم اسامی داشته باشیم در این رابطه.
حالا صفحه دیگری از اون یادداشت رو باز کنید و پاسخ این سوال رو برای خودتون بنویسید. شما تا به امروز برای چند نفر عامل بنا و برکت بودید؟ شما تا به امروز به چند نفر تونستید در کلیسا محبت و خدمت بکنید، تشویقشون بکنید، اونها رو بلند کنید، برای اونها دعا و شفاعت کنید و اگر کاری از دستتون برمی آمده برای اونها به جا بیارید؟ گاهی اوقات تصور ما اینه که وظیفه خادم کلیسا خدمته و بقیه هیچ. خدمت در کلیسا فقط مال خادم کلیساست، مال واعظه، مال شبانه، مال کشیشه. ولی میدونید در کلیسا کی خادمه؟ خود کلیسا خادمه. تمامیت وجود کلیساست. خادم خدا کلیسای عیسای مسیحه. در رساله افسوسیان باب 4 آیات 11 و 12 این آیات رو من از ترجمه قدیم براتون میخونم و شمرده میخونم که خواهش میکنم دقت بفرمایید. و او بخشید بعضی رسولان و بعضی انبیا و بعضی مبشرین و بعضی شبانان و معلمین را برای تکمیل مقدسین، برای کار خدمت، برای بنای جسد مسیح. چقدر من این آیه رو دوست دارم، چون شما در این آیه یک سلسله مراتب خیلی ظریف و دقیق و در این حال کاملی رو میبینید. یعنی چی؟ شما سلسله مراتبی رو میبینید که اگر این سلسله مراتب و عملکردهای مرتبط با هر کدوم از اونها درست و به جا عمل بشه، در نهایت کارکردش گسترش ملکوت خداوند ما عیسی مسیح. خدا که پدر آسمانی ماست افرادی رو به عنوان رسول، به عنوان نبی، مبشر، شبان و معلم مسح میکنه. برای چی مسح میکنه؟ برای اینکه اونها بتونن ایمانداران رو یاری بدن، به فرزندان خدا خدمات روحانی بدن. چی بشه؟ که اونها رشد کنن، که اونها تکمیل بشن، که اونها بالغ بشن. این ایمانداران بالغ چه باید بکنن؟ این ایمانداران بالغ خدمت میکنن و کلیسای مسیح بنا میشه و ملکوت خداوند ما عیسی مسیح گسترش پیدا میکنه. بنابراین نباید تصور کنیم خدمت در کلیسا فقط مال شبان، خدمت فقط مال رسوله، خدمت فقط مال معلمه. نه، این سلسله مراتب اگر صورت بگیره اون موقع است که یک کلیسای زنده که همه در آن به نوعی خدمت میکنن موجبات گسترش ملکوت رو فراهم میارن و کار خدا جلو میره. پس کلیسا خادم خداست، تمامیت کلیسا خادم خداست. این جمع اعضای یک کلیسا همه در کنار هم با هم مسئولیت واحدی رو در یک بدن جلو میبرن، درست مثل راه رفتن به سمت یک مقصد. وقتی ما به جای میریم این پای ماست که اونجا میره. آیا این دوتا پاهای ما به تنهایی کفایت میکنن که ما را به یک مقصدی برسونن؟ اگر سایر اعضا و جوارح بدن کمک نکنن، از این دو پای بینوا چه کاری برمیاد؟ اگر مغز فرمان نده، اگر قلب نتپه، اگر کبد خون رو تصفیه نکنه، اگر هر کدوم از این اندام در هماهنگی با هم نباشن، چطور این پاها میتونن حرکت کنن؟ کلیسا تنها زمانی به اهداف اصلی خودش میرسه که اعضای اون همه با همدیگه رشد کنند، بالغ بشند و در هماهنگی با هم اهداف مقدس و سگانه کلیسا رو تعقیب کنند. یعنی بشارت، تعلیم و پرستش. اهدافی که همه اعضای کلیسا هر کدام به نحوی و به شکلی در جهت تحقق اون با هم دیگه مشغول به فعالیت باشه. کلیسا باید مکانی باشه و تجمعی باشه که در آن پیام و خبر خوش انجیل عیسی مسیح از آن به سایر نقاط دنیا و به سایر انسان‌ها اشاعه پیدا کنه. کلیسا باید مکان و تجمعی باشه که در اون خدای زنده پرستش میشه و حضور اون خدای زنده در عبادت قومش خودش رو آشکار میکنه. در این حال کلیسا باید مکان و تجمعی باشه که در آن کلام راستین خدا
تعلیم و آموزش داده میشه که چه بشه؟ که افراد رشد کنن، غذای روحانی داشته باشن، از شیر روحانی تا گوشت روحانی، که مسیر بلوغ روحانی رو از کودکی به بلوغ طی کنن، که خدمت آن افراد بالغ باعث رشد ملکوت بشه. و شما باور نکنید، اصلا این حقیقی این مطلب رو باور نکنید که همه این کارها رو فقط باید یک نفر به اسم شبان انجام بده. چنین چیزی نیست. در واقع تمام اعضای کلیسا هر کدوم در کنار همدیگه، در کنار هیئت رهبری، در کنار خادمین، همه با همدیگه خدمت میکنن. در کلیسای عیسی مسیح همه خادمن، هر کس به نوعی، هر کس به حسب دعوتش، هر کس به حسب آن مسح و اون دعوت الهی که خدا از او در محدوده زندگی او به عمل آورد. در رساله اول پتروس باب 2:5 پتروس رسول خطاب به ایمانداران چنین می‌نویسه: شما نیز مثل سنگ‌های زنده بنا کرده می‌شوید به عمارت روحانی و کهانت مقدس تا قربانی‌های روحانی و مقبول خدا را به واسطه عیسی مسیح بگذرانید. در اینجا پتروس از مفاهیمی صحبت می‌کنه که مخاطبینش می‌فهمیدن، می‌دونستن این داره راجع به چی صحبت می‌کنه. پتروس از مطالبی صحبت می‌کنه تا کلیسا مأموریت و دعوت خودش رو بشناسه و در اون مأموریت و دعوت جلو بره. کاهنان در معبد قربانی می‌کردند، پس می‌باید اول معبدی وجود داشته باشه که در اون کاهنانی باشند، افرادی که بین خدا و انسان می‌ایستند و در اون قربانی‌های نیز به جا آورده میشه. و حالا پتروس کلیسا رو خطاب میکنه، میگه کلیسا شما خودتون دونه به دونه، نفر به نفر، مثل اون عبادتگاهی که حالا این بار هر کدوم شد مثل یک سنگ زنده، وقتی کنار هم قرار میگیرید این عمارت باشکوه رو میسازید، یعنی کلیسای عیسی مسیح، معبد خدای زنده، نقطه اوج و تکامل عبادتگاه‌های خدا در طول تاریخ از مذبح تا به کلیسای عیسی مسیح. و بعد خطاب میکنه میگه کلیسایی که حالا تو معبد خدای زنده هستی، شما در عین حال کهانت هم دارید. کلیسا شما کاهنان خدا هستید که به کهانت اعظم خداوند ما عیسی مسیح خدمت شفاعت رو برای دیگران به جا میارید. عبرانیان باب 3:1 کلام خدا میگه بنابراین ای برادران مقدس که در دعوت سماوی شریکید، در رسول و رئیس کهنه اعتراف ما یعنی عیسی تأمل کنید. ما شفاعت میکنیم برای دیگران، ما برای دیگران دعا میکنیم، نه به خاطر اینکه به اسم خودمون یا به توان خودمون یا به تقوای خودمون یا به باورهای انسانی خودمون، بلکه به نام عیسی مسیح رئیس کاهنان، بالاتر بالاترین. و بالاخره وقتی این معبد باشکوه هست، وقتی این کاهنان هستن، حالا باید قربانی هم بگذرانیم. چه قربانی بگذرانیم؟ مگر کلام خدا نمیگه که عیسی مسیح قربانی اعظم ما شد؟ ما دیگه چه قربانی داریم بگذرانیم؟ باز باید بریم گاو و گوسفند بکشیم؟ نه. کبوتر رو فاخته و گاو سرخ بکشیم؟ نه. قربانی ما چی میتونه باشه؟ کلام خدا به ما میگه قربانی مقبول ما چیه. رومیان باب 12:1 نهازای برادران شما را به رحمتهای خدا استدعا میکنم که بدنهای خود را قربانی زنده مقدس پسندیده خدا میگذرانید که عبادت مقبول شماست. یعنی چی؟ یعنی زندگیتون رو مثل یک قربانی زنده بر مذبح بگذارید. زندگی شما مال کیه؟ جوونا وقتی عاشق همدیگه میشن، یکی از عبارتهایی که میگن، میگن من مال تو هم، من دیگه تا به ابد مال تو هم. البته همیشه اینطور نیست، بعد که تو دوا گرفتم بعد معلوم میشه کی مال کیه. ولی یه چیزی بهتون بگم، ما مال
شریک زندگیمون در درجه اول نیستیم. ما مال فرزندانمون نیستیم. ما مال پدر و مادرمون نیستیم. ما مال شریک زندگیمون نیستیم. در این حال که در همه اینا هستیم، در ورای اینها مال خداوندیم. مال خداوندیم یعنی چی؟ یعنی پول من، استعداد من، توانایی من، اعتبار من، عملکرد من، عطایای من، همه چیز من مال خداونده. مال خداونده، نه مال شخصی خودم. یه مثال معروفی البته اینو بکنم، چند بار جای مختلف زدم، شاید شما هم شنیده باشید. یکی از کشیشان کلیسای خداوند در آمریکای جنوبی در خاطراتش می‌نویسه که یک روز دیداری بزرگ روحانی در کلیسای ما رخ داد و مردم می اومدن تمام اموالشون رو مثل کلیسای رسولان می آوردن می دادن، سند خونه، ماشین، ملک، زمین، همه چی. میگه اصلا ما یک زمان با رهبران کلیسا ذوق زده بودیم، خداوند عجب چقدر عالی، چقدر چه بیداری آمده. میگه ولی به یه مدتی گذشت تو جلسه رهبران نشسته بودیم، گفتیم آخه این همه ملک و زمین و خونه و اینا، آخه ما چجوری بهش رسیدگی کنیم؟ ما توانش رو نداریم، نه اون قدرتش رو داریم، نه وقتش رو داریم، نه انرژیش رو داریم، نه تعداد لازم داریم. میگه ولی بعد خداوند ما رو هدایت کرد و کار درست رو انجام دادیم، همه رو دعوت کردیم و گفتیم عزیزان تو چی دادی؟ گفت من خونم رو دادم. گفت این سند خونه، گفت سند ماشین، گفت همه رو به هم دیگه پس دادیم. اما بهشون گفتیم حالا از امروز به بعد شما امانتدار این سند هستید، شما امانتدار این اتومبیل هستید، شما امانتدار این زمین هستید. هر زمان که خدا خواست باید اون رو تقدیم خداوند بکنید به کلیسا. بدنهای خود را قربانی زنده مقدس پسندیده به خداوند بگذرانیم. یعنی هر چه دارم مال توست خداوند. جایی که لازم باشه به تو تقدیم میکنم. حتی اگر همون زندگی باشه که به من دادی، اگر در مسیر تو لازم اون رو هم خواهم داد. خیلی قشنگه، خیلی زیباست حرفهای قشنگ زدن، شعارهای زیبا دادن، جملات قشنگ گفتن. ولی بگذارید از خودمون، من هم مثل شما در کنار شما، از خودمون سوال کنیم. برادر، خواهر، چی نشون میده که زندگی ما مال خداست؟ چی نشون میده؟ چون یک شنبه به کلیسا میریم؟ چون تو خونمون کتاب مقدس داریم؟ چون تو کلیسا غسل تعمید یافتیم؟ چی نشون میده که من مال خدا هستم؟ جواب این سوال رو عزیزان به خود شما واگذار میکنم. میدونید چرا؟ چون ما با هم متفاوتیم، طبیعت و شخصیت های مختلف داریم، هر یک از ما میتونه به یک شکلی این نمود رو ظاهر بکنه. ولی یادمون باشه اگر من و شما و بسیاری دیگر از ایمانداران در این دنیا بتونیم در هر جایی که هستیم این چنین باشیم، مال خداوند، معبد خداوند، کاهنان خداوند، قربانی های زنده، اون موقع است که کلام مسیح در انجیل متی باب 16 آیه 18 که فرمود من کلیسای خود را بنا میکنم و ابواب جهنم بر آن استیلا نخواهند یافت، عینیت مییابد در این دنیا. چنانکه در طول تاریخ بارها و بارها این عمل. خداوند همه شما رو برکت بده. ازتون خواهش میکنم یک لحظه با من دعا کنید. خداوند تو رو شکر میکنم برای دعوت بزرگی از هر یک از ما به عمل آوردی. ما حقیقتاً شایسته نبودیم و نیستیم و نخواهیم بود که در آن منزلت و جایگاهی که تو برای ما در نظر داری قرار بگیریم، ولی این از لطف توست و از این فیض توست که امروز میتونیم بدن تو رو در روی زمین در کنار هم تشکیل بدیم. به نام عیسی مسیح دعای من امروز این است خداوندا، تا اراده کامل و نیکو و مقدس و پسندیدت رو برای جز جز اعضای این بدن آشکار بساز، تا هر کدام بدانیم کجا قرار داریم، برای چه خدمتی دعوت شدیم و در ارتباط متقابل با یکدیگر در محبت و در خدمت، چه در پذیرش آن و چه در انتقال آن، آن جایگاهی را که تو برای ما در نظر گرفتی تصاحب کرده، از همانجا در کنار یکدیگر با هم مانند یک بدن
در گسترش ملکوت خداوند ما عیسی مسیح بر زمین کوشا باشیم. در نام خداوند ما عیسی مسیح دعا کردم. آمین.